الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. شفاعت عبارت است از واسطه خواهی برای جلب منفعت یا دفع مضرت و ضرر و زیانی. تنقسم الشفاعه الى قسمين. شفاعت بر دو قسم هست. شرک اکبر. یک نوع آن شرک اکبر هست. هي الشفاعه التي تطلب من غير الله. شفاعتی که از غیر الله درخواست میشه. فيما لا يقدر عليه الا الله. در آنچه که فقط الله برش توانایی داره. یطلب الشفاعة من اهل القبور. مانند درخواست شفاعت از مردگان و اصحاب قبور. من الجن. یا درخواست شفاعت از جنها. نعم. الثاني من الشفاعة شفاعة تطلب من الله لا من غيره. نوع دوم شفاعت عبارت است از شفاعت خواهی از الله متعال و نه از غیر الله. نعم. فتطلب من الله لا من غيره. در این حالت فقط از الله طلب شفاعت میکنیم. تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثه. که این شفاعت خواهی از الله متعال با سه شرط هست. الاول الاذن من الله سبحانه وتعالى بالشفاعه. این که یک الله متعال اجازه و اذن شفاعت داده باشه. الثاني الرضا عن الشافع بان يكون من الموحدين. و دوم این که شفاعت کننده اجازه شفاعت داشته باشه و از جمله موحدین باشه. الثالث الرضا عن المشفوع له بان يكون كذلك من الموحدين. و مورد سوم این که اذن برای شفاعت شونده که لازم هست و این شرط هست که او هم از جمله موحدین باشه. نعم هذه الشفاعه التي تطلب من الله سبحانه وتعالى من غيره تنقسم الى قسمين. این شفاعتی که فقط از الله درخواست میشه خودش بر دو نوع هست. شفاعه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في احد. شفاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم که خاص اون بزرگوار هست. و شفاعه عام لكل موحد. و مورد دوم شفاعت عام و فراگیر هست که هر موحدی رو در بر میگیره. نعم. هذه ثلاثه اقسام و هذه ثلاثه اقسام. این هم هر کدوم از این موارد هم بر سه قسم هست. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الأولى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق. شفاعة رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم برای مسلمانان و مؤمنانی که در حشر حاضر و در سرزمین حشر و در محشر حاضر میشن. الثاني الشفاعة في عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه العذاب لا يخرج من النار. دوم شفاعة رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم برای عموی ایشون ابو طالب که از عذاب ایشون کاسته بشه، نه اینکه شفاعت برای اینکه از آتش جهنم نجات پیدا کنه چون جاودانه در آتش هست. نعم. الثالث من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. سومین مورد از شفاعت خاص و ویژه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبارت است از الشفاعه فتح باب الجنه، لان باب الجنه مغلقه تحتاج الى ان النبي صلی الله علیه و سلم يشفع ويستاذن في فتح ابواب الجنه. شفاعت به این که دروازه های بهشت باز بشه در حالی که دروازه های بهشت بسته است و اونجا با شفاعت ایشون دروازه های بهشت گشوده میشه. نعم الشفاعه العام لكل موحد. و اما شفاعت عام که شامل هر مؤمنی است. للنبي صلى الله عليه وسلم. از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. الانبیاء و رسل علیهم الصلاه و همه پیامبران علیهم الصلاه و السلام. الملائکه علیهم السلام. فرشتگان علیهم السلام. الموحدین. و همچنین موحدین. الاطفال الافراد الصغار. و کودکان و خردسالانی که در خردسالی از دنیا میرند. کل موحد. هر موحدی. هذه اقسام ثلاثه. این هم این نوع شفاعت هم اقسام و انواع سگانه ای داره. الشفاعه في رفع درجات اهل الايمان الموحدين. شفاعت برای بالا بردن درجه مؤمنان و موحدان. كما الان نصلي على الميت وندعو له ان الله سبحانه وتعالى يرفع له الدرجات. مانند نمازی که بر جنازه مسلمان میخوانیم و میخواهیم که الله متعال درجه او را رفیع بگرداند. الثاني الشفاعة في من دخل النار من الموحدين ان يخرج منها. نوع دوم از شفاعت عام شفاعت برای مؤمنان است که گرفتار عذاب میشن
شفاعت به این که الله متعال اونها رو از عذاب دوزخ نجات بده. الثالث الشفاعه في من استحق دخول النار الا يدخلها من الموحدين. مورد سوم درباره کسی است که مستحق ورود به آتش شده و برای شفاعت میشه که از آتش نجات پیدا بکنه و اساساً وارد دوزخ نشه. الشفاعه حق لله سبحانه وتعالى. شفاعت حق خاص و ویژه الله متعال هست. حتی النبی صلی الله علیه و سلم لا يستطيع ان يشفع حتى ياتي الاذن من الله فلا تطلب الا من الله سبحانه وتعالى. حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم نمیتونن شفاعت بکنن تا اینکه اذن و اجازه الله متعال صادر بشه. و الشفاعه لا يمكن ان تكون الا لاهل الاخلاص والتوحيد لا تكون لاهل الشرك نسأل الله السلام. شفاعت امکان نداره و ممکن نیست که نصیب حال مشرکان بشه، بلکه شفاعت شامل حال مخلصان و موحدان میشه نه اهل شرک. والله اعلم.